بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. با درود فراوان به شما، امروز نیز با نگاهی به تابستان داغ سال 2015 در اروپا توجه شما را به برنامه کوچ ایرانیان جلب میکنم. همانطور که قبلا اشاره داشتم، پس از گذشت 12 سال از نشست دولت‌های غربی با رژیم جمهوری اسلامی، بالاخره در تابستان امسال توافقنامه هستی ایران و 6 کشور اروپایی به نتیجه رسید. این پیش قرارداد درست در دورانی نوشته شد که هجوم اکثر ملت‌های مسلمان خاورمیانه به اروپا آغاز شده بود. نکته جالب این که این مسلمانان فقط قصد ورود به کشورهای اروپایی را داشتند و دارند، در حالی که در نزدیکی کشورانها کشورهای مسلمانی چون عربستان سعودی، قطر و کویت هم در موقعیت بسیار خوب و آرامی هستند و رفتن یا کوچ کردن به این کشورهای مسلمان خیلی آسانتر و بی‌خطرتر است تا به اروپای مسیحی. به هر حال برای اولین بار در تاریخ قرن اخیر یک موج چندین میلیونی از مسلمانان به کشورهای غیر مسلمان اروپا پناه آوردند که نیامده فقر و تنگدستی آنها نیز در اکثر کلان شهرهای اروپا به چشم می‌خورد. و اما در ایران ما هم که حکومت در مقابل فشار و تحریم‌های دولت‌های غربی کاملا به زانو در آمده است، رژیم همچنان به فریب مردم ادامه می‌دهد. رهبر که از آغاز اعلام داشته بود با این توافق هستی نه مخالف است و نه موافق، ولی به اجبار رئیس مجلس اسلامی دست رهبر را رو کرد و رسما تایید کرد که مسئله توافق هستی و نشست این گروه با اروپاییان زیر نظر و در انحصار رهبر بود و هست. این برخوردهای پر از نیرنگ برای ملت اسیر در بند جمهوری اسلامی تازگی ندارد، و اما در این بین عده‌ای معتقدند که خود این توافق هم سوال برانگیز است و حتی آن را با قرارداد ترکمنچای که در 184 سال قبل بسته شده مقایسه می‌کنند. بگذارید در همین ارتباط به پاریس برویم و بنشینیم پای صحبت دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی ایران. قبلا گفته باشم که در این دیدار شیک پوشی آقای بنی صدر بسیار چشمگیر و ریاست جمهوریانه بود. نکته دیگر این که ایشان به مقام شهبانو نیز در ارتباط با سیاست ورزی دوران رژیم پهلوی بسیار اعتبار می دادن. به پاریس می رویم و شهر ورسای، محل اقامت آقای دکتر بنی صدر. آقای دکتر بنی صدر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در پاریس خدمت شما میرسم. ممنون از اینکه تشریف آورد. آقای بنی صدر، این توافقنامه‌ای که اخیراً به امضا رسید بین ایران و 5 به علاوه 1 در اصل که میشه گفت بین ایران و آمریکا بوده، از نظر شما، از دیدگاه شما چه آینده ای داره؟ والله اگر به اجرا در بیاد، چون امکانش هم هست که به اجرا در نیاد، اگر به اجرا در بیاد معناش اینه که ایران در یک قسمت هایی برای همیشه، در یک قسمت هایی به مدت 25 سال، در بخشی به مدت 20 سال، خیلی کم به مدت 15 سال در یک قسمت های دیگه، این تحت قیمومت قدرت‌های خارجی است. معناش اینه. برای اینکه در این توافقنامه افزون بر 105 تعهد ایران سپرده. ریز یک به یک در مورد به مورد این تعهدها تصریح شده. مثلا نتنز تعهدات که باید ایران رعایت کنه، فردو تعهدات که باید رعایت کنه، عرض کنم آب زنگین عراق، حتی اون معادن اورانیوم
اونجا تعهدات که داره باید رعایت کنه. و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه تنها برابر اون قرارداد منع گسترش سلاح اتمی و نیز چیز الحاقی اینا حق داره هر وقت خواست بازرسی کنه، بلکه یک حق ویژه‌ای بهش داده شده که اون در چیز پروتکل الحاقی هم نیست، به عنوان بند و که این بنابر این بند اون کنترل آژانس، یعنی هر عملی که این رژیم بخواد در زمین اتمی انجام بده قبل از شروع باید به اطلاع آژانس برسونه و تحت کنترل آژانس انجام بده. بله، خود پروتکل اینو نمیگه، ایران بعد از انجام مثلا باید به اطلاع برسه، ولی بنابر این چیزی که افزوده شده قبل از شروع باید به اطلاع برسونه، در شروع و انجام هم باید تحت کنترل آژانس باشه. حالا این هم کافی نیست، خود اون 5+1 در واقع شد 6+1، برای اینکه این به اصطلاح میگن که سابق بچه ها بازی میکردن میگه خودم هم یکی هم تو دلم بره. دو نفر حالا اروپاست و یه دفعه اروپاست، یه دفعه اون سه کشوره، این شد 4. یعنی آلمان، انگلیس، فرانسه به علاوه اروپا. بله. 4، چین و روس 6، امریکا 7. شد؟ این 7 یک کمیسیون ویژه تشکیل میدن. در اون کمیسیون ویژه هرگاه یکی از کشورها، از این 7 کشور، 7 که یکیش قاره است، اعتراض مثلا شکایت کنه که ایران توافق اجرا نکرده، این جریانش میتونه به طیب اگر مثلا اون توقع برآورده نشود میتونه بره شورای امنیت و چیز رو تحریم ها رو دوباره برگردونه، و برای اینکه روس و چین وتو نکنن اونجا رأی نمیگیرن به اینکه آیا تحریم های جدید برقرار بشود یا نه، رأی میگیرن که آیا این حالت الغا، این حالت چه میگن توقف تعلیق، این حالت تعلیق ادامه پیدا کنه یا نه. خب اون نماینده شکایت کننده اگه وتو کنه تحریم ها به خود به خود برمیگرده، دیگه احتیاجی هم به این نداره که مثلا چین بگه من به تو میکنم یا روس بگه من به تو میکنم. خب حالا بردن تو قطعنامه در شورای امنیت تصویب کردن، اون دیگه از گفت گل بود به چی میگن چی بود به گلم آراسته شد. اونجا بند 27ش میگوید به این که این توافقنامه در مورد هیچ کشور دیگری به کار نخواهد رفت، به هیچ رو جز به اصطلاح حقوق بین المللی نخواهد آمد، هرگز مسابقه حقوقی برای هیچ کشوری نخواهد شد. اینقدر این توافق وین اسارت آور است که این ناچار شده به بقیه دنیا تضمین بده، خصوصا اول همه اسرائیل دیگه. بله. که چون این توافق نامه پایه و سابقه نمی شود در یک کشور دیگر، این اون توافق نامه اینه. شاید یکی از دلایلی که این رو شبیه می دونم به قرارداد ترکمنچای همچین چیزیست. نه، اون جهت شباهتش جز اینه، حالا بعد اون رو عرض میکنم. اون گفت طرفه این که اگر ایران شکایت کنه، حالا طرف امریکایی که گفتیم، این امریکایی اروپایی، اگر ایران شکایت کنه که مثلا امریکا به تعهد خودش عمل نکرده، امریکا میگه که خوب کردم که نکردم و نمی کنم، این چه میشه؟ تمام اون تحریم ها برمیگرده. این شگفتی قضیه اینجاست،
ایران شکایت کنه تحریم ها برمیگرده، اون طرف شکایت کنه با تحریم ها برمیگرده. آخه این کی در دنیا دیده؟ این قید شده در این قرار. خب بله، خب این چیزا 2004 تاست. خب حالا شما میگید که دیدم امروز آقای عراقچی تو کمیسیون مجلس سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس داشت اینا رو توضیح میداد که آدم ماتشه از اون نمایندگان و این آقای توجیهگری که ماسمالی میکرد این تعهداتی که ایران سپرده. میگه خب اگرم بله اگر ما شکایت کنیم و این برمیگرده به وضعیت سابق، یعنی تحریم ها برمیگرده، اون طرف هم بکنه همینجور میشه. اینجور نیست، اون طرف چیزی از دست نمیده. بله درسته. شما وقتی برگردید حالت سابقی وجود ندارد، برای اینکه طبق این توافق همه قبل از اینکه اصلا وارد اجرا بشه ها، ایران باید اون کارهایی که اونا میخوان انجام بدن، یعنی نطنز اون سانتریفوژهای اضافی رو بردارن، اون افوردو رو به صورتی که اینا گفتن در بیارن، تا بعد هم همجور در آب سنگین عراق رو تغییرات لازم رو بده. خب وقتی شما این تغییرات دادید دیگه حالت سابقه نیست. بله. به طور ترتیبی که آقای صالحی گفته این سانتریفوژها رو هرگاه خاموش کنیم 50% یا 70% چون از بین میروند، و اگر اینا منتقل کنیم به انبار نمیدونم 30% از بین میره. یعنی در واقع وضعیت سابقی دیگه وجود نخواهد داشت. حالا اون آقای امروز باز از این دروغایی که آقای عراقچی تحویل اون به اصطلاح نمایندگان میداد، یکی این بود که ما از سال دهم میتونیم سالانه 200 تا سانتریفیوژ IR8 تولید کنیم. سال هست میشه تا 20 سال، اینا سالی 200 تا حق دارن. خب بعد 20 سال میشه 2000 تا. خب با این 2000 تا چی میخوای بکنی آقای محترم؟ خب اداری مردم فریب میدی دیگه. در عملا شما یک تأسیسات با هزینه سنگین شما باید تحمل کنی بدون اینکه بتونی از این هیچ گونه بهره برداری بکنی. خب حالا چرا این رو با توافق با قرارداد ترکمنچای مقایسه؟ اولا این مقایسه رو خود آقای ظریف انجام داده در مجله اندیشه پویا، اونجا گفته که ایراد نمیگیرن به اونهایی که وضعیت رو به جای وضعیتی پیش آوردن که قرارداد ترکمنچای ناگزیر شد، به اون امضا کنندگان اون قرارداد توفلن میکنن، و اونهایی که تن به مذاکره کردند و توافق نکردند اونا نزد مردم محبوبن، اما اونایی که توافق اجرا کردن اونا مغضوبن. و مثلا مصدق توافق حاضر نشد انجام بده، محبوبه. حالا ما برای بریم توافق انجام بدیم میشیم مغضوب منفور. خب اولا اون قرارداد ترکمنچای در ازای اون چی که ایران از دست میداد یک امتیاز سلطنت قاجار می گرفت که سلطنت در خانواده قاجار می ماند از نسل عباس میرزا. این ما به ازاش بود. امپراتوری روس هم به اصطلاح حامی پشتیبان این سلطنت قاجار می شود. وقتی که اون امپراتوری از میان رفت و رژیم جدید آمد، این دفعه نوبت انگلیس رسید، چون دیگه اونا نمیتونستن حامی باشن رژیم جدید، بله. حامی سلطنت قاجار باشه. این قرارداد 1919 هم یه مابعضا داشت که وثوق الدوله بست. مابعضاش این بود که این اگر امضا شاه این رو امضا میکرد احمد شاه، خب انگلستان بقای سلطنت رو در خانواده قاجار چه میکرد؟ تضمین میکرد. اما اون آدم با اینکه بهش ناصرالملک ولی نایب سلطنه در پاریس بهش گفت که واقعا این امضا نکنی سلطنتت برباد است، او هم گفت ترجیح میدم در همین پاریس لبو فروش باشم تا اینکه پادشاه یک کشور تحت قیبومت. درست.
این سخن گفته حاضرم نشد اون متن امضا کنه. نتیجه این که اون سلطنت هم رفت و پهلوی ها آمده. قرارداد تمدید قرارداد 1933 هم یه مابعضی داشت که اون سلطنت خانواده پهلوی بود. چنانکه میگه آخه در مجلس ظریف یک کتاب دریافت کرد از آقای پدرزن آقا مجتبی فرزند آقای خامنه‌ای حتی داده خاطرات فروغی گویایی چیه؟ گویایش خطاب به اون نمایندگان است که این آقا هم در ازای اون چه داده این تضمین کرده که این رژیم ولایت فقیه رو امریکایی ها تعهد کردن پذیرفتن که سرنگون نکنن. این هم مابعضای از این جهته که مقایسه می شود با اون قرارداد ترکمنچای. ولی سوال اینه که به نظر شما چه عواملی باعث شده که رژیم تهران یک چنین قراردادی رو پس از 11 سال پیگیری امضا بکنه؟ خب شما اولا ببینید که این رژیم از زمانی که پدید آمده تا امروز کدوم بحران در شکست تمام نکرده؟ هست؟ گروگانگیری که در شکست تمام کرد. آقای خمینی چی گفت؟ گفت که این گروگانگیری ها گروگان ها مثل به اون نبوی و رجایی آقایان نبوی و رجایی گفته بود این مثل انار که آب رمو میکنن و آبش میمکن شده همون مثل توفاله شد توفاله اناره اینا دیگه امضا کنید توافق اونا بهشون گفته بودن که توافق خیانت آمیزه ولی اون دستور داده بود که امضا کنید خود آقای رجایی هم آمد گفت اینا بنجل بودن دیگه به درد نمیخوردن باید از سر باز میکردیم خب چقدر زیان شد برای ایران اون آقای کارتر گفت من ایرانیان رو چنان نقره‌دار کردم که هرگز فراموش نکنند هنوز بخشی از اون پولها رو ندادن هنوز از توقیف امریکایی هاست یه جنگ 8 ساله هم که رو دست ایران گذاشتن خب جنگ 8 ساله چجوری تمام شد؟ با سرکشیدن جام زهر و این به قول خودشون 1000 میلیارد دلار خسارت به علاوه یک نسل ایرانی قربانی شد یا در جنگ یا فرصت رشد از دست داد به لحاظ که کشور 8 سال در جنگ بود و عمر جوان هم برای رشد 8 سال 18 26 20 28 سال دیگه این از دست رفت حالا این سومی این بارا خب باید سرنوشت دیگری پیدا میکرد؟ نه حالا شما میگه چرا این قبلا این کار میتونست بکنه خب جنگ هم قبلا میتونست گروگانگیری هم همین قبل از اینکه انتخابات امریکا انجام بگیره میتونست حل کنه و نقره داغ هم نشود یک جنگ 8 ساله هم روی دستش نمونه اما چرا این رو ادامه میده؟ اولا یک دلیل این که این رژیم استبدادی از این نوع و نوعای دیگرش هم کمی بیش همینطوره اینها بدون بحران نمیتونن سر کنن یک دو اینکه دو تا اینجور بحرانهایی که میسازن دو تا راه حل بیشتر پیدا نمیکنه یکی از طریق خود مردم مراجعه کنن به خود مردم یکی از طریق قدرت خارجی اینا مراجعه به قدرت خارجی رو همواره ترجیح دادن چرا؟ به این دلیل روشن شما در قرن بیستم از سقوط رژیم شاه به بعد تمام رژیم های تک پایه اینها یک دور سقوط کردن مثل امپراتوری روسیه شوروی یک رژیم تک پایه تک پایه یعنی چه؟ یعنی مثلا در ایران رژیم قاجار روی سه پایه داخلی و یک پایه خارجی بود سه پایه داخلیش یکی خود سلطنت و ایل و انتبارش یکی بزرگ مالکی یکی اقتصاد بازار و روحانیت درست؟ این سه پایه داخلی یک پایه خارجی بود روابط با قدرت‌های خارجی که در اون دوره ایران در موضع و موقع زیر سلطه بود
خب پهلوی ها آمدن این دو تا از این پایه های داخلی رو ویران کردن، با اون نفت، اقتصاد نفت، بازار رو، بعد هم با اصلاحات ارضی بزرگ مالکی رو، و اینکه با روحانیت هم که در افتادن، پس از لحاظ داخلی بی پایه شد، شد یه پایه نظامی. همین بود دیگه، چیز دیگه نداشت. و اینه باید با پایه خارجی یه تعادلی برقرار میکرد، اگر نه تک پایه که پایه خارجی هم نداشته باشه این دوام نمیاره، سقوط میکنه. خب اون وقت تا وقتی که با امریکایی‌ها و غربی‌ها این حمایت کامل بود، خب این میتونست ادامه بده. ولی خب بعد انقلاب سفید شکست خورد، در درون شد بی پایه، یعنی اون پایش خیلی متزلزل شد، تضادها خیلی زیاد شد در دستگاه نظامی و اداری. خود در خارج هم امریکا بعد از جنگ ویتنام تمایل انزوا طلبی پیدا کرد. آقای کارتر آمد با اون شعار حقوق بشر. بله. شد فضای باز و گرداب آمد اون رژیم ببرد. خب شما هم میتونست با مردم ایران توافق رو انجام بده. حسن نداد. چون باید دموکراسی برقرار میکرد. میتونست این کار بکنه. اگه به موقع این کار میکرد دلیل هم برای سقوطش نبود. شروع هم کرد ولی به موقع مثل اینکه این کار شروع نه. شروع نکرد. فقط گفت من صدای شما رو شنیدم. نه. تازه همون روز که این حرف زد دولت نظامی هم تشکیل داد. یعنی که من دروغ گفتم. نه. نه شروع قبلش باید میکرد. قبلش اون زمانی که همسرش بهش گفت. این من همیشه نسبت به زنان احترام دارم، برای اینکه یکی از فضلهای زنها فضل هنرمندی است. یعنی اون فضای موجود رو باز میکنن، فضای جدید میگشاین. خب این دیده و به شاه گفته که این بنابر خاطرات علم که این ادامه این وضع سقوطه. خب او چی جواب داده؟ گفته وصیت کرده، گفته بعد از من هم این در قرائتی که من از قانون اساسی دارم عیناً باید همین اجرا بشه. خب این طبیعتاً وقتی اون پایه خارجی متزلزل شد سقوط میکنه. در مصر هم مبارک سقوط کرد، در لیبی قذافی، در شمال افریقا تونس بن علی، اینا هم سقوط کردن، یه پایه بودن. خب حالا رژیم کنونی هم یه پایه است، یا باید به مردم تهیه کنه. این کشورهای غربی هم همه یه پایان ها، منتها اینا چون با پایه مردمی هست و این ثبات داره، پس اینا ثبات دارن. اونا این رژیم کنونی پایه مردمی نداره. تازه یک جامعه شناسی از ایران آمده، آدم محقق برجسته است، پرسیدم و وضعیت رو از لحاظ مردم و جامعه شناسی بگو چجوریه؟ گفت که این رژیم 5% هم مشروعیت براش نمونده. 5% هم نمونده. یعنی هیچ پایه مردمی ندارد. خب حالا اگه بخواد با پایه مردمی پیدا کنه و مسئله از طریق مردم حل کنه، چی باید بکنه؟ باید بگه که آقا این حاکمیت مال شما مردم است. ولایت فقیه بشه ولایت مردم. و واقعا هم مجلس، نه این مجلس قلابی باشه که ببین اصلا آدم این منظره نشنتیز میکرد، به تماشاخانه بیشتر میموند که اونجا برای سرگرمی یکی میگه و یکی سوال میکنه، یکی اینجوری میگه، یکی میگه چرا اینجور شده، بیشتر به نمایش میموند تا یک بررسی واقعی یک امر حیاتی برای کشور. اونگه نمایندگان مجلس بیان، مردم بیان، حکومت هم منتخب مردم باشه، اون میشه راحت. شما در ناسیه این حکومتی همچین چیز دیگه میگم اگر این کار کرده بود دیگه محتاج این توافق نبود. این شما بیای میلیاردها خرج کنی و بعد هم ایران رو در موقعیتی قرار بگی، بگی صدها میلیارد به ایران ضرر وارد بشه در طول این سالها. بله. در انزوای منطقه‌ای و بین المللی قرارش بگیری، آخر سر بیای قیمومت هفت یک قاره و شش قدرت جهانی رو هم بپذیری، بعدم بگی که
کی دیده در دنیا که یک ایرانی بتوانه با این هفت ها افتخار بشینه گفتگو کنه قرارداد امضا کنه؟ عجب روی دوده سرکار داری آقا، کی واقعا هیچ کس ندیده؟ کی اولین باره که یک کشوری تحت قیمت و قیمومت بین المللی در میاد؟ بعد یه دفعه در ایران بود که میخواستن قیمومت سه جانبه برقرار کنن بعد جنگ دوم، که مصدق رفت تو مجلس گفت خواب دیدم. البته خواب ندیده بود، یک کسی از درون حکومت آقای حکیمی به او گزارش کرد که همچه خوابی دیدن و یک یادداشتی هم تحویل تسلیم حکومت کردن، قیمومت امریکا و روس و انگلیس. او به هم زد، بوده ایدن که نبوده، اما اجرا هم نشده. این نخستین باره که خود ایران امضا میکنه که من تحت قیمومت در میام. میگه نه آقا، این فقط راجع به اتم است، اون مؤسسه. خب ما که نمیخواییم بمب اتم بسازیم. این آقای گارت پورتر یک کتاب تو امریکا در آورده، حالا که در توجیه این رژیم که مثلا این اسرائیل قرار داره، امریکا خب اونها هم دارن، اما تو همین کتاب میگه که این ایران میخواسته با توانایی ساختن بمب اتمی رو به دست بیاره ولی نسازه. بعد سخنان آقای لاریجانی رو در ژاپن، یه مقام دیگر رو در مشاور آقای اوباما که این به او گفته، اینا رو هم آورده. خب آقا شما بخواید توانایی بمب اتم بسازی، این توانایی تنها تو کله آدم ها که نیست، تأسیسات هم لازمه که اگر خواستی بتونی اون بمب تولید کنی. خب حالا تعهد سپردی که تا قیامت که اون رو نسازی. غنی سازی اورانیوم هم که تا 20 سال تعطیله. بعد از 20 سال هم الان کی میدونه که بعد 20 سال وضعیت انرژی و تولید انرژی در دنیا چه میشود، که این اصلا غنی سازی محلی از اعراب پیدا خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ پس یه هزینه مفتی شما داری به این ملتی تحمیل میکنی به مدت 20 سال، بر موارد 25 سال، در موارد تا قیامت. خب چرا این کاری میکنی؟ پس این جواب شما این شد. اون درد بخواد در راه حل داخلی بکنه، این باید که اختیار مردم رو بپذیره بر کشور خویش. و نمیخواد. و نمیخواد این کار رو بکنه. بعدم خورده برد، همین دیروز به من اطلاع دادن که یک دعوای پیش آمده با سپاه، وکیل طرف که کار رسیده به چی، و خلاصه بیخ پیدا کرده و سر باز کرده به این فساد بسیار عظیمی که خانواده آقای رهبر یعنی خامنه‌ای هم در تصدی این فساد دارن با دستیاری سپاه. فرزندشه؟ نه، خود خانواده، تنها یه فرزند نه، کل خانواده و علاوه بیت ایشون. میگه 29 نفر تا حالا کشته شدن. بله 29 نفر ترور شدن برای اینکه این فساد رو نشه. به این دلیل جنوب اگه بخواد با مردم حل کنه، این نمیشه که یه اقتصادی 40% رانت خاری باشه. اصلا همچه فسادی غیر قابل وصفه. باتشه این چجوری میشه از یه اقتصادی 40% خورد و برد کرد؟ خب اینا میکنه، اینا بخواد اینا رو تعطیل کنه، از طریق مردم عمل بکند، اون البته دیگه احتیاج به تعهد سپردن به یعنی مثلا قیمومت خارجی رو پذیرفتن هم ندارد. احتیاج به تضمین اینکه امریکا بگوید من شما رو دیگه برنامه برای سرنگونی شما ندارم هم ندارد. برحال آقای بنی‌صدر، در پس این قرارداد یک رقمی مثل 150 میلیارد دلار یا به گفته رژیم کنونی 35-6 میلیارد دلار نصیب ایران میشه. فکر میکنید با این پول رژیم چه کار میخواد بکنه؟ شما خیلی خوش باورید. کدوم پول؟ حالا پس شما قرض نگن. بعد آخر سر من واقعا قبلا گفتم، اول استاندار تهران گفت 180 میلیارد. بله. بعد آمدن گفتن نخیر 35 میلیارد، نه 29 میلیارد، که 5 میلیاردش هم قرض داریم به چین، میمونه 24 میلیارد.
بعد گفتم بس این پول چی شد؟ باد هوا شد. بعد گفتن که نه، این 120 میلیارده که 100 میلیاردش متعلق به بانک مرکزی است، برای اینکه حکومت برای گذران روزمره هزینه های روزمره این اسکناس گرفته چاپ کرده که اون پولای توقف شده به در ازای اون فروخته شده به بانک مرکزی. در واقع دولت پولی ندارد، 100 میلیارد اینه میمونه 20 میلیارد. بعد عرض کنم به شما بانک مرکزی امروز دیدم بانک از قول بانک بین المللی گفتن 107 میلیارد چیزه. خب این 107 میلیارد باشه همون پولی که مال بانک مرکزی، بنابراین هیچ پولی بر جا نمیمونه، 5 میلیارد هم بدهی میمونه. پس بنظر این که من اون چی نگرانی من بیجا نبود. اتفاقا دیدم آقای رئیس دانا هم یک متن رو صحبتی کرده یا متن انتشار داده، گفته که عجبا آخر سر معلوم شد ما مغروض بودیم، بده استانکار که نبودیم، این چیه چیز هم بده کار بودیم. اصلا ما تشادم این چجوری اینا قبل از اون توافق این های هو که ما اگر آقای روحانی گفت این پول بگیریم تمام اون دریاچه رضایی که پر از آب میکنیم و این ایرانی که شده بیابان سبززار میکنیم و فقر عمومی رو چنین میکنیم و به یه بهش میسازیم، خلاصه حالا معلوم شد که نه خیر هیچی نیست. پس با لغت دیگه شما معتقدید که اصلا پول نقدی ایران در خارج از کشور نداره که مسئول اینجا من نمیگم اونا خودش میگم که خداشون گفتن. من میدونستم که این رژیم فاسد رژیمی نیست که برای پول توقیف شده رو بی مصرف و بی محل بگذاره، غیر ممکنه. و یه رژیمی که بودجهش از ارز میاد با چی میخواد زندگی کنه؟ و این ارزها رو همین آقای روحانی در دو سالی که تشریف دارن به اندازه دوره آقای احمدی نژاد حجم نقدینه رو بالا برده، معاوضاش همون دلار هاست دیگه. بنابراین حکومت پولی برای اینکه خرج کنه ندارد. خب حالا فرض کنیم هم داشت، یعنی این پولی که همینجوری که نمیشه شما ببرید توی اقتصادی کار بندازی، دو جور میشه اینه کار انداخت. یکی این که ببری بکنی قوه خرید، مثل همه جز بودجه باشه، هزینه بشه بره جیب اشخاص و اونا بره بازار. این باید دروازه ها رو باز کنی به روی واردات و الا تورم خیلی شتابنده می شود. یکی نه اینو بیاری تبدیل کنی به سرمایه. خب اون اقتصاد تولید محور می خواد، ساختار رو باید تغییر بدی، ساختار بودجه رو باید تغییر بدی، ساختار اعتبارات بانکی رو باید تغییر بدی، ساختار واردات خارج صادرات باید تغییر بدی، امنیت غذایی سیاسی اجتماعی اقتصادی باید ایجاد بکنی. ما بدون امنیت میشه کسی بیاد سرمایه بگذاره، دیوانه است. بعد هم این پول تثبیت بکنیم به ترتیبی که طرف الان در میون با این تورم دیوانه است بره سرمایه گذاری کنه. این میره دنبال یک کارهایی که از نرخ بهره سودش بیشتر باشه. نرخ بهره توی این رژیم 20% خب تو بازار دو برابر اینه. خب حالا به همین 20% رو بگیرید، کدوم فعالیت اقتصادی تولیدی در بازار در ایران بیشتر از این سود میده؟ واسه میده یه دنبال واردات از چین میکنه که یه تخفیف صادراتی از اون میگیره، یه تخفیف اینجا میگیره، بعد میاره اینجا 3 برابر میفروشه. در ایران همیشه اینجور بوده دیگه، واردات 1:3. خب 1:3 سودش خیلی بالاست. یکی از رانت ها اینا همینه که ما در اول انقلاب خواستیم این رو تغییر بدیم و خیال نکنه همجور بی خودی اینا کودتا ورزد من شد. گفتیم اینه وارد کنندگان در اون گنده ها دستشون کوتاه، کمیسیون ها تشکیل دادیم از فروشندگان مستقیم به خریداران، یک کمیسیون با اونا به علاوه یک نماینده از دولت، و واردات اینا میزانش و چگونگی واردات کردن و قیمت در مبدأ و قیمت در مقصد و
همه اینا تضمین شد، تعیین شد. خب این باب طبع این بخور به بلا نبود، پس باید این تغییر این ترتیب تغییر داده میشد. اون متناسب با اقتصاد تولید محوره. خب اینا همه کرده آقای روحانی در این دو سال، شما شنیدی که یکی از این کارها رو کرده باشه؟ نکرده. حالا بر اینا اضافه کنی خلیت از سپاه، از مافیاهای نظامی مالی، از اون قاچاقچی‌های بزرگ، با وجود اونا چجوری ممکن در ایران فعالیت اقتصادی پا بگیره؟ خود سپاه یکی از دمپینگ کنندگان در اقتصاد ایران این سپاهه. بله، فساد بسیار گسترده. آره، هر چیزی رو که بخواد تصرف کنه یا یارو حاضر نشه به تصرف سپاه بده، با از طریق قاچاق، اونا احتیاج به قاچاق هم نداره، گمرکا دستشونه وارد میکنه، اون جنس به نصف قیمت در بازار عرضه میکنه، اون رو برشکست میکنه، تصرف میکنه. و همینجوری 70% اقتصاد ایران دست سپاه افتاده. شما در 15 سال آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟ حالا گیریم که این توافق به کرسی بنشینه و چند ماه دیگه همه چی به راه خودش ادامه بده، فکر میکنید در طی 10-15 سال آینده چه تغییری در وضع جمهوری اسلامی به وجود میاد؟ ببینید، اونی که این تعهدها رو از ایران گرفته، اون البته حواسش این هست که ما این چماق یا شمشیر داموکلس این بازگشت در تحریم‌های در حال تعلیق رو بالای سر ایران نگه داشته، پس حواسش این است که این سلاح کاری بمونه. اگر اقتصاد ایران رشدی بکنه و سلاح استقلالی پیدا کنه، خب تولید محور بشود و این تحریم‌ها بی اثر میشن، پس اونا هیچ کاری برای اینکه ایران رشد اقتصادی بکند نخواهند کرد. همه کارم خواهند کرد که چنین نشود. مال اون طرف میمونه در خود ایران، یا رژیم تغییری بپذیره، تن بده به اقتصاد تولید محور. حالا این آقای چون این برنامه اقتصاد تولید محور رو من انتشار دادم، الان چند سالی این مرتب هم تکرار شده. بعد آقای خامنه ای آمده گفته اقتصاد رقابتی، چون دیده اگر بگه اقتصاد تولید محور میگن که خب ایشون پیروی از بنی صدر کرده، ولی خب بعد دیدن که این جامعه نمیدونه اقتصاد تولید رقابتی یعنی نمیده شیدی. اون مبلغاش توضیح دادن یعنی همون اقتصاد تولید محور. خب یا این رژیم باید بپذیره که اقتصاد تولید محور بشه، قاعدتا اول باید از سپاه، بعد خود از بیت رهبری و اموال رهبری اینها، بعد من بنیاد مستضعفان، همه اینها خلیت بشود. چون شما نمیتونی یک سیاست اقتصادی تنظیم کنی به اجرا بگذاری وقتی که یه مدعیای هست که اونها کنترل در کنترل شما نیستن. شما میخوای یه سیاست پولی اتخاذ کنی، وقتی یه بازار به اصطلاح آزاد پول وجود داشته باشه که اون میتونه سیاست شما رو خونسا کنه، طبیعتا شما نمیتونی این سیاست رو اجرا کنی. پس ضرورت داره تحول اقتصادی با تغییر در رژیم، به جوری که سپاه از اقتصاد خلیت بشود، بره دنبال کار خودش. نیروهای مسلح و دستگاه اداری کشور کوچک بشه به ترتیبی که سرمایه آزاد بشه، بتوانه در تولید به کار بیفته. اجازه دهید در همین جا به این قسمت از مصاحبه با آقای بنی صدر خاتمه دهیم و در هفته آینده بپردازیم به دیدگاه دیگر صاحب نظران مقیم اروپا. تا هفته آینده در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.